سند همکاری 25 ساله ای ایران و چین پیمانی که هفتم اسفند ماه سال گذشته و با سفر وزیر خارجه چین به تهران به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید اما بحث امضای آن از بهمن سال 94 مورد تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس ایران هم نماینده او برای نهایی کردن این سند بوده است تقاضای چینیا بود که خب بعدا دیگه با تصمیماتی که مقام معظم رهبری گرفتن ایشونو مشخص کردن برای این کار انتشار خبر امضای سند ما با انتقادات گسترده ای همراه بود و مخالفان خواستار انتشار جزئیات آن بودند ولی تا کنون متن کامل آن منتشر نشده است دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده روز گذشته اما محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران مدعی شد که جزئیات این سند را در اختیار دارد بنابر ادعای آقای نبویان در این سند علاوه بر توسعه بنادر ایران ایجاد خط زیارتی بین ایران، عراق و سوریه و تولید خودرو با همکاری دو کشور و همکاری در زمینه دفاعی و نظامی به همکاری های اینترنتی نیز اشاره شده متاسفانه حاکمیتی نداریم در بخش فضای مجازی خودمون ما موتورهای جستجوگر پست الکترونیک پیام های اجتماعی ما اصلا هیچ الان اینستاگرام ما نمیدونم تلگرام و همه موارد دیگه هست از دست حاکمیت خارج هر چی اونا بخوان دارن به نفع ملت به ضرر ملت هر کار بخوان انجام میدن و سرورها ذخیره اطلاعات همینطور اگه ما بتونیم با همکاری اونها تبلت لپتاپ موبایل اینا رو بتونیم تولید بکنیم خب بسیار مهمه تو این موارد اومده همکاری در مورد هوش مصنوعی این در حالی است که بنابر گزارش خانه آزادی ایران از نظر آزادی های اینترنتی بعد از چین بدترین وضعیت را در جهان دارد پکن همواره به خاطر اعمال محدودیت بر اینترنت جهانی و استفاده از زیرساخت‌های اینترنتی برای کنترل شهروندانش مورد انتقاد بوده است آقای نبویان همچنین گفته است که چین تضمین داده که تا 25 سال از ما نفت خریداری کند مضاف بر این ما در این توافق ایران میخواد تعهد بده که گاز چین و پاکستان تا اون مقداری که میتونیم هم تضمین بکنیم خب اینا که یقینا به نفع ما خواهد بود هستن آقای نبویان همچنین این سند را قراردادی بسیار بهتر از برجام دانست تو هر توافقی باید به زبان طرفین اون توافق نامه نوشته بشه امضا بشه یعنی یه دونه فارسی بود برجام نوشته میشد طرف غربی کشور پنج به یک امضا میکردن یکی هم علاوه متن انگلیسی امضا میشد اما فقط اونجا متن انگلیسی بود متن اما در اینجا این هم یه نسخه فارسی داره چینی داره و یه نسخه مشترک هم داره که انگلیسی هستن با آنکه همچنان از جزئیات و متن کامل سند همکاری 25 ساله ای ایران و چین اطلاعات کاملی در دست نیست آنچه پیداست حمایت ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از این پیمان و همکاری با چین است همان کشوری که آخرین سفر خارجیش در مقام ریاست جمهوری به آنجا بود مهيار تهماسبی، رادیو فردا.